اولین پدیده نجومی سال 1402 همان لحظه تحویل سال است که در ساعت 54 دقیقه و 28 ثانیه بامداد روز سه‌شنبه اول فروردین 1402 خواهد بود. در این لحظه خورشید به نقطه اعتدال بهاری میرسه، به صورت مستقیم به خط استوا میتابه و ویژگی جذابش هم این هستش که خب ما دقیقاً در اعتدال بهاری 12 ساعت روز و 12 ساعت شب رو در کل کره زمین خواهیم داشت. در سال 1402 چهره خورشید و روی ماه دو بار خواهد گرفت. با اینکه دو گرفت خورشیدی 31 فروردین و 22 مهر در ایران قابل مشاهده نیست، اما دو ماه گرفتگی امسال در ایران رویت پذیر است. ما در سال 1402 دو خورشید گرفتگی و دو ماه گرفتگی داریم که اون دو ماه گرفتگی در ایران دیده میشه. ماه گرفتگی نیم سایه‌ای 15 اردیبهشت ماه که این ماه گرفتگی فقط قسمتی از ماه، قسمتی از شمال ماه رنگ خاکستری به خودش میگیره که البته با چشم قابل تشخیصه، و یک ماه گرفتگی هم در 6 آبان ماه که 12% ماه وارد سایه زمین میشه و ماه گرفتگی جزئی خواهد بود. رخداد نجومی دیگر در سال جدید پدیده ابر ماه است. ابر ماه در واقع پدیده‌ای هستش که ماه کامل یا ماه بعد همزمان در نزدیکترین فاصله با زمین قرار میگیره. در 10 مرداد و اگه اشتباه نکنم 9 شهریور ماه دو تا ابر ماه در حالا دنیا قابل مشاهده هستش و میشه اون رو دید. سه بارش شهابی مشهور هم مانند هر سال مهمان آسمان شب خواهند بود. یکی از اونها در 22 مرداد هست، بارش شهابی برساوشی، دیگری در 23 آذر بارش شهابی جزایی، و آخری در 14 دی بارش شهابی ربعی هست که این سه تا بارش تقریبا بین 100 تا 120 شهاب در ساعت اگر نور ماه آزاردهنده نباشه و خارج شهر باشیم میتونیم شاهد باشیم. امیدواریم سال 1402 که میان دو هلال ماه رمضان و دو بهار قرآن است، سالی سرشار از معنویت و شادی باشد. احسان آهن، خبرگزاری صدا و سیما.